با سلام خدمت دانشجویان عزیز، مهندس اله تقیان هستم با آموزش کشت گیاه به روش هیدروپونیک از مجموعه فرادرس در خدمتتون هستم. همونطور که همیشه دیده ایم، گیاه در بستر خاک پرورش داده شده و به عنوان یک محیط طبیعی بهترین انتخاب برای نگهداری و تغذیه گیاهه. البته خاک میتونه منبع آلودگی و عامل بسیاری از بیماری ها برای گیاهان باشه. همچنین علاوه بر اون مکانی برای پرورش گیاه اصلیه که در واقع بستری برای علف های هرز و آفات. بنابراین خاک قبل از کشت باید اصلاح بشه تا محیط مناسبی برای پرورش گیاهان باشه. هیدروپونیک یا هیدروکالچر در معنای لغوی فارسی آب کشت خوانده میشه و در زبان یونانی هیدروز به معنای آب و پونوس به معنای کشت و کاره و به پرورش گیاهان بدون خاک و در آب حاوی محلولهای غذایی و کود و یا استفاده از بسترهای کشت جامد به عنوان نگهدارنده گیاه نظیر سنگریزه و پشم سنگ و پیت خزه و پرلیت و ورمیکولیت، الیاف نارگیل و خاکره گفته میشه که هم در فضای باز و هم در فضای بسته میشه به کشت گیاه هیدروپونیک پرداخت. روش هیدروپونیک اصلا روش پیچیده ای نیست، بلکه روشی ساده است که در مکانهای مختلف مثل گلخونه ها، پاسیه ها، زیردریایی، پشت بام، تراس، دیوار و ستون ها، حتی تنه درختان و در سطح های پلاستیکی هم قابل اجراست. در واقع هیدروپونیک روشیه که به عنوان آبزی پروری یا پرورش گیاه در مخزن شناخته میشه و گیاهانی که به این صورت رشد میکنن ممکنه اصلا هیچ ماده جامدی در زیر خودشون نداشته باشن و ریشه های اونها در آبی با ترکیبی غنی از مواد غذایی حل شده آویزون باشه. در ابتدا از این روش برای مطالعه بر روی مکانیسم‌های تغذیه گیاه استفاده می‌شد، اما به دلیل صرفه‌جویی در کاهش هزینه های نیروی کار در این روش و همینطور کاهش آلودگی و بیماری‌ها به واسطه حذر خاک به عنوان منبع آلودگی مورد توجه قرار گرفت و برای گیاهانی نظیر فلفل، خیار و سبزیجات مؤثر واقع شد و تولیدات بالایی داشت. در حال حاضر از این روش به دو منظور تولید تجاری برخی از گیاهان و هم جنبه علمی برای مطالعه گیاهان بهره می‌برند. مواد غذایی مورد استفاده در سیستم‌های هیدروپونیک میتونه از منابع مختلف از جمله فضولات ماهی، کود اردک، کودهای شیمیایی یا محلولهای مغذی مصنوعی به دست بیاد. از اونجایی که در روش هیدروپونیک برای رشد محصول آب بسیار کمتری نسبت به کشاورزی در خاک مصرف میشه، شاید در آینده این روش بیشتر به کار بیاد. در سال 1699 میلادی شخصی به نام جان وودوارد که اهل انگلستان بود برای مطالعه سیستم تغذیه‌ای در گیاه یک سری آزمایش طراحی کرد که در اون یک دسته از گیاهان رو در محیط آبی قرار داد و دسته دوم از گیاهان رو در محیط کشت آبی قرار داد و سپس آرام آرام خاک رو به اون بستر آبی اضافه کرد. جان وود مشاهده کرد که گیاهانی که در محیط کشت دوم قرار داشتن، یعنی خاک به آرومی به اونها اضافه شده بود، رشد بهتری نسبت به گیاهانی داشتن که فقط در محیط آبی بودن. بنابراین نتیجه گرفت که خاک حاوی ترکیباتیه که برای رشد گیاه ضروریه. در سال 1860 نیز دو تا شیمیدان آلمانی به نامهای ناپ و ساش محلول غذایی تولید کردند که گیاهان در این محلول رشد می‌کردند که اسم اولین محلول غذایی هم ناپ نام گرفت. در سال 1930 هم شخصی به نام گریک برای اولین بار تونست بوته گیاه گوجه فرنگی رو در محیط آبی پرورش بده. تا 1942 هم جنگ جهانی دوم کمک شایانی به پیشرفت هیدروپونیک کرد. آمریکایی‌ها از این روش برای تولید گیاهان بهره می‌بردند. چون در اون زمان پلاستیک نبود، اونا گیاهان رو درون ظروف شیشه‌ای که حاوی سنگریزه بود قرار می‌دادند
و عناصر غذایی رو به درون شیشه تزریق می‌کردن. در همین برهه در کشور ژاپن هم به واسطه وجود زمین‌های سنگی و کوهستانی زیاد و کمبود خاک به این روش توجه زیادی شده بود. در سال 1970 از طریق شیمی تجزیه و آنالیز گیاه عناصر مورد نیاز برای گیاه مشخص شد. تا قبل از این برای پیدا کردن عناصر مورد نیاز گیاه از روش آزمون و خطا استفاده می شد. همچنین همزمان در زمینه ی تولید پلاستیک هم پیشرفت‌های حاصل شد. در ایران نیز از سال 1370 فعالیت‌های مبتنی بر روش هیدروپونیک در ایران آغاز شد و در حال حاضر بیش از 7000 گلخانه هیدروپونیک در ایران فعالیت می‌کنند. کشورهای توسعه یافته مثل هلند، آمریکا، ژاپن و فرانسه در زمینه کشت هیدروپونیک پیشرفت‌های زیادی داشتند. کنیا هم به واسطه شرایط آب و هوایی مناسبی که برای پرورش گیاه به روش هیدروپونیک داره پیشرفت‌های زیادی داشته. البته دانش این روش توسط هلندیا به این کشور برده شده. هلند هم به دلیل اینکه وسعت کمی داره و همچنین زمین‌های صخره‌ای داره، کشت هیدروپونیک در اونجا گزینه خوبی برای تولید برخی گیاهان از جمله گل روزه. در ژاپن هم به دلیل انتخاب بهترین روش کشت هیدروپونیک، چون که حدوداً 12 تا سیستم هیدروپونیک وجود داره، مدیریت منابع، انتخاب واریته مناسب گیاه جهت کشت هیدروپونیک و استفاده از مواد اولیه با کیفیت، بازارسنجی مناسب و تجربه کافی تولید کنندگان همگی موجب پیشرفت این کشور در استفاده از این روش بوده. استفاده از روش کشت هیدروپونیک نیز دارای مزایا و معایبیه که چند مورد از اونها رو با هم بررسی خواهیم کرد. اولین مشکلی که در پرورش گیاه به روش متداول یعنی پرورش در خاک وجود داره اصلاح بافت خاکه که کاری بسیار مشکل و پرهزینه و وقتگیره و به نیروی کار زیاد نیاز داره. همچنین در حجم بالا و زمین‌های وسیع کشاورزی مشکلات این کار بسیار بیشتر میشه. همچنین اصلاح خاک باید به صورت مداوم و پیوسته صورت بگیره، زیرا ریشه های موجود در خاک و آبیاری هایی که صورت میگیره مدام موجب تغییر در pH و مواد غذایی موجود در خاک و نهایتاً تغییر بافت خاک میشه. همچنین ایجاد تغییر در ساختمان و بافت خاک کاری بسیار مشکله. تغییر pH در خاک برای تغذیه گیاه بسیار ضروریه و مستقیماً بر جذب مواد از خاک تاثیر میذاره. از جمله تغییرات دیگه‌ای که در خاک بسیار مهمه تغییرات EC یا همان هدایت الکتریکی یا همان میزان شوری خاک هستش. علاوه بر این نظیر گوجه فرنگی به میزان EC بسیار حساس هستند و EC 2.5 دسیزیمنس بر متر رو میپسندن. علاوه بر این گوجه فرنگی در طول دوره رشد خودش نیاز به EC های متفاوت داره که تغییرات اون در خاک دشواره. بنابراین یکی از مزایای کشت هیدروپونیک عدم وجود مشکلات در خاکورزی و اصلاح اون هستش. همچنین تغییرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت آبی به راحتی قابل اعمال و تنظیمه. دومین مورد رشد علفهای هرزه. علفهای هرز در بستر کشت خاکی یا گیاه اصلی در جذب آب و مواد غذایی رقابت می‌کنند و به طور کلی علف‌های هرز خود میزبان اولیه برای سایر آفات و امراض به حساب میان. به ویژه در فصل بهار علف‌های هرز در محیط کشت خاکی قبل از رشد گیاهان اصلی سریع رشد می‌کنند و آفات و بیماری‌ها رو جذب می‌کنند و هنگامی که گیاه اصلی رشد میکنه در رقابت با علفهای هرز ضعیف میشه و هم مورد هجوم آفات قرار میگیره. همچنین بعضی از علفهای هرز دارای مواد سمی هستن که با ورود این مواد از طریق ریشه به خاک مانع از رشد سایر گیاهان میشه. حذف علفهای هرز هم موجب افزایش هزینه و وقت و نیروی کار میشه. همچنین مبارزه با علفهای هرز
تا مرحله آخر از رشد گیاه باید ادامه داشته باشه. بنابراین یکی دیگه از مزایای روش هیدروپونیک عدم امکان رشد علفهای هرز هستش. سومین مورد، حذف آلودگی‌های مربوط به خاک. در کشت متداول گیاه در بستر خاکی، بیماری‌ها و آفات و آلودگی‌های زیادی از خاک منتقل می‌شن. مثلا نماتود. نماتودها کرم‌های کوچک هستند که در خاک وجود دارند و با سوراخ کردن ریشه گیاهان وارد گیاه می‌شن و از اون تغذیه می‌کنن و موجب بیماری و ضعیف شدن گیاه‌های مختلف می‌شن. همچنین بسیاری از قارچ‌ها و باکتری‌ها عضوی جدایی ناپذیر از خاکن که با مهیا شدن شرایط میتونن برای گیاه ایجاد مشکل کنن. ضدعفونی کردن خاک برای از بین بردن عوامل بیماریزا در گیاه و بذور علف‌های هرز و تخم یا لار و حشرات معمولا قبل از عملیات کشت صورت میگیره. بنابراین یکی دیگه از مزایای اصلی در کشت هیدروپونیک عدم استفاده از خاک به عنوان منبع آلودگیه. چهارمین مورد، عدم نیاز به استفاده از کودهای آلیه. گیاهان در سیستم کشت متداول برای تأمین آب و مواد غذایی خودشون نیازمند خاک و خاک مورد نیاز برای کشت گیاهان به ویژه کشت سیفیجات و سبزیجات که دارای ریشه های سطحی هستن برای رشد بهتر باید در خاک غنی کشت بشن. بنابراین برای افزایش عناصر غذایی خاک، کشاورزان و گلخونه داران مجبورن از کودهای عالی برای تقویت خاک بهره ببرن که این هم موجب افزایش هزینه ها و نیروی کار میشه. بنابراین یکی دیگه از مزایای روش هیدروپونیک عدم نیاز به استفاده از کودهای عالی و مخلوط کردن آنها با بستر کشته. به طور کلی کودها به سه دسته است: کودهای عالی یعنی همون کودهای گیاهی یا حیوانی، کودهای بیولوژیک و کودهای معدنی یا شیمیایی که در سیستم کشت هیدروپونیک از کودهای شیمیایی استفاده میشه ولی از کودهای حیوانی خیر. کودهای حیوانی به ویژه کودهایی که به خوبی پوسیده نشدن در خاک گلخونه به دلیل تجزیه شدن سریعشون موجب بلوکه شدن ازوت به وسیله باکتری‌های تجزیه کننده میشن. همچنین کودهای حیوانی فسفر کمی دارن و علاوه بر این حاوی تعداد زیادی از بذور علف‌های هرز و بیماری هستن و با اضافه کردن اونها به خاک وارد گلخانه و یا زمین مزرعه میشن. پنجمین مورد، عدم نیاز به عملیات آماده سازی زمین قبل از کاشته. عملیاتی مثل شخم، تسطیح زمین، مخلوط کردن کود با خاک، ضد عفونی، دیسک و غیره همگی نیازمند صرف وقت و نیروی کار و هزینه است. و چیزی حدود 2 ماه قبل از کشت گیاهان باید به انجام این عملیات پرداخت. یکی دیگر از مزایای روش هیدروپونیک عدم نیاز به انجام عملیات پیشکاشت و آماده سازی زمین هستش. ششمین مورد، عدم نیاز به رعایت تناوب زراعیه. انجام تناوب زراعی یا آیش گذاشتن زمین در کشت‌های متناوب برای جلوگیری از کاهش کیفیت خاک و همچنین کنترل علف‌های هرز و آفات ضروریه. مثلا در کشت متناوب خیار برخی آفات زیاد میشن که بعد از مشاهده اونها بهتره در زمین فلفل دلمه‌ای کاشته بشه و یا برای جلوگیری از رشد علف‌های هرز در گلخونه و یا مزرعه 1 یا 2 دوره از انجام عملیات کش خودداری میشه که همه اینها موجب اتلاف وقت و هزینه برای کشاورزا و باغدارا خواهد. یکی دیگر از مزایای روش هیدروپونیک عدم نیاز به انجام تناوب زراعی هستش. هفتمین مورد، صرفه‌جویی در مصرف آب و کوده. البته 2 نوع سیستم هیدروپونیک وجود داره. یکی سیستم باز و دیگری سیستم بسته. در سیستم باز آب غنی شده بعد از اینکه در کنار ریشه ها قرار میگیره، مابقی اون از طریق زهکش تخلیه میشه.
ولی در سیستم بسته آب مازاد مجدد به مخزن بازگشت داده میشه، ضد عفونی و غنی سازی میشه و دوباره مورد استفاده گیاه قرار میده. در سیستم هیدروپونیک باز مصرف کود و آب خیلی زیاده، همچنین موجب آلوده شدن آبهای زیرزمینی به واسطه تخلیه آب حاوی کود در محیط میشه. اما در سیستم بسته میزان مصرف آب و کود بسیار کم هستش. هشتمین مورد، افزایش تولید در واحد سطح. در روش هیدروپونیک چون مواد مغذی و مورد نیاز گیاه در نزدیکی سطح ریشه قرار میگیرن، رقابتی بین گیاه و یا سایر گیاهان ایجاد نمیشه. در نتیجه تعداد بیشتری گیاه در واحد سطح میتونن کشت بشن. همچنین از این سیستم کش میشه برای کشت گیاهان در ایستگاه‌های فضایی، بیابون‌ها، کوهستان‌ها و مناطق قطب شمال هم بهره برد. نهمین مورد، سود اقتصادی بیشتره. در سیستم هیدروپونیک به دلیل هوادهی بهتر به ریشه‌ها و دمای مناسب آب، سرعت رشد گیاه بیشتر میشه. در نتیجه گیاهان نسبت به روش متداول، یعنی روش در بستر خاکی، سریع‌تر رشد میکنن، میرسن و به بازار عرضه میشن. سود حاصله از پیشرسی محصول بیشتره. لازم به ذکر که در کشت هیدروپونیک دمای آب کنار ریشه ها همدما با محیط گلخانه است، که در سیستم کشت متداول دمای ریشه هایی که در خاک هستن چند درجه از فضای گلخانه سردتر هستش. در سیستم هیدروپونیک سرعت رشد محصول 30-50% بیشتر از بستر خاکیه. مزایای دیگری هم در کشت هیدروپونیک نسبت به روش کشت متداول وجود داره، نظیر به دست آوردن محصولاتی با کیفیت تر و تولید محصولات هم اندازه، نیروی کار کمتر، قابلیت تولید محصول بدون وقفه و سهولت در شروع کشت. اما روش هیدروپونیک دارای معایبی هم هست. اولین ایرادی که به این سیستم وارده، هزینه‌های بسیار بالا در تأسیس گلخانه و همچنین نگهداری اونهاست. هزینه‌ها بسته به نوع سیستمی که در گلخانه تأسیس میشه متفاوته. برای مثال احداث سیستم NFT نسبت به بستر راکبول یا همون پشم سنگ بیشتره، اما خب هزینه سالانه نگهداری NFT کمتر از راکبوله. علاوه بر اینها احداث گلخانه نیز هزینه های جانبی و جاری زیادی داره، به ویژه در ایران که هزینه تجهیزات، محلول های غذایی و بستر کشت به واسطه وارداتی بودنشون بسیار بالاست نسبت به استفاده از خاک و کود، و شرایط اقتصادی موجود فقط در صورتی که عملکرد چندین برابر نسبت به کشت خاکی بشه میتونه توجیه اقتصادی داشته باشه. مشکل دیگری که در کشت‌های هیدروپونیک مطرحه، محدود بودن در انتخاب گیاهانی که میشه کشت کرد. همچنین چون هزینه‌های روش هیدروپونیک بیشتر از کشت خاکیه، باید گیاهانی رو برای کشت انتخاب کرد که ارزش اقتصادی بالایی داشته باشن. و همینطور برداشت محصول هیدروپونیک همزمان با برداشت محصول کشت شده در فضای مزرعه نباشه، تا کار توجیه اقتصادی به خودش بگیره. به طور معمول اگه قیمت محصولات 5 برابر بیشتر از زمان فراوانی اونها ارزش گذاری بشه و به بازار عرضه بشه، استفاده از روش کشت هیدروپونیک صرفه اقتصادی داره. همچنین این روش نیازمند دانش و تکنولوژی پیشرفت است و کشت در بستر خاکی اونقدرها هم نسبت به خطا حساس نیست و خاک خاصیت بافری داره. اما در روش هیدروپونیک هیچ خطایی جایز نیست و کوچکترین سهل‌انگاری مساوی با از بین رفتن کل محصوله. مثلا اگه در اضافه کردن عناصر به آب اشتباهی توسط کارگران و یا دستگاه رخ بده، همه گیاه ها نابود میشن. در حقیقت مرز کوچیکی بین نیاز گیاه و ایجاد سمیت برای گیاه وجود داره. یکی دیگه از مشکلات این روش عکس العمل گیاه به مواد غذاییه. برای مثال اگه محلول غذایی که برای گیاهان مورد استفاده قرار میگیره مناسب باشه،
رشد گیاه با سرعت و کیفیت عالی صورت خواهد گرفت. ولی در صورت ضعیف بودن اون، رشد گیاه آرام آرام کم میشه و نهایتاً از بین میره. همچنین انتقال و گسترش بیماری‌های ریشه‌ای در این روش زیاده، به ویژه در سیستم بسته هیدروپونیک. به همین منظور محلول غذایی رو باید با اشعه یووی و گاز اوزون ضدعفونی کرد. البته در ایران برای کاهش هزینه از قارچ‌کش‌ها و سموم برای ضدعفونی محلول استفاده می‌کنند که این سموم در گیاه تجمع پیدا می‌کنه و می‌تونه مضر باشه. همچنین در سیستم کشت باید از ارقام مقاوم به بیماری‌های ریشه‌ای نظیر فوزاریوم و فیتوفتورا استفاده بشه. مشکل دیگه که گیاهان حاصل از روش هیدروپونیک دارن اینه که به واسطه در دسترس بودن آب فراوان، مواد مؤثره و عطر و طعم در اونها نسبت به کشت با بستر خاکی کاهش پیدا میکنه. زیر گیاهان با جذب ترکیبات عالی از خاک عطر و طعم بهتری به دست میارن. البته جدیدن با اضافه کردن ترکیبات عالی نظیر اسید نیومیک تا حدودی این مشکل کاهش داده شد. همچنین اعمال اشعه یووی برای ضدعفونی محلول های غذایی در کشت هیدروپونیک ممکنه موجب متابولیت های ثانویه در گیاه بشه. همچنین در پایان کشت مقدار زیادی از محیط کشت مثل پیت ماس و کوکوپیت و غیره و همچنین محلول های غذایی مورد استفاده به جا میمونه که در صورت اینکه به محیط وارد بشن میتونن موجب افزایش ایسی خاک بشن. در کشور هلند از سیستم های تبخیری برای از بین بردن محلول های اضافی استفاده میشه و نمک به جا مونده هم در کارهای دیگه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ولی متاسفانه در ایران به این مسائل اصلا دقت نمیشه. هیدروپونیک به صورت سیستم های مختلفی در حال اجراه. به طور کلی سیستم های هیدروپونیک رو میتوان از نظر توزیع محلول غذایی و بستر کشت تقسیم بندی کرد. در سیستم هیدروپونیک از نظر توزیع محلول غذایی همونطور که در ویدیوهای قبلم اشاره کردیم دو مدل سیستم هیدروپونیک باز یا اوپن هیدروپونیک سیستم و سیستم هیدروپونیک بسته یا چرخش یا کلوز هیدروپونیک سیستم هستند. در سیستم هیدروپونیک باز همونطور که از اسمش پیداست به صورت یک طرفه طراحی شده و محلول غذایی از مخزن به سمت ظرف کشت منتقل میشه و بعد از تغذیه گیاه مابقی محلول غذایی از طریق زهکش خارج و به فاضلاب متصل میشه. در این روش هدررفت آب و مواد غذایی که به آب اضافه میشه خیلی بالاست و معضل بزرگی که در این سیستم وجود داره فاضلاب و آلوده سازی آبهای زیرزمینیه. البته از مزایای این روش میشه به کاهش بیماری های ریشه در گیاهان اشاره کرد. در سیستم هیدروپونیک باز به واسطه خروج دائم محلول غذایی موجب کاهش انتقال بیماری های ریشه میشه. بنابراین این روش در کشورهایی که آب فراوان در دسترس هستش و طراحی سیستم مناسب برای فاضلاب دارن میتونه گزینه مناسبی باشه. اما در سیستم هیدروپونیک چرخشی یا همون سیستم هیدروپونیک بسته محلول غذایی در محیطی بسته قرار گرفته که بعد از قرارگیری در ظرف کشت و استفاده گیاه از اون مجدد به مخزن منتقل میشه تا در اونجا ضدعفونی بشه و دوباره در دسترس گیاه قرار بگیره. قبلا گفتیم که ضدعفونی مایع توسط اوزون و یا اشعه یووی صورت میگیره یا به وسیله فیلتراسیون محلول غذایی ذرات 0.1 تا 5 میکرون رو میشه از محلول حذف کرد. البته در ایران متاسفانه از قارچ‌کش‌ها جهت ضدعفونی محلول غذایی استفاده میکنن یا با گرم کردن محلول غذایی